سلام خدمت دوستان پیج زومبا آی تی. امروز اومدیم با یه ویدیو خفن دیگه. تو این ویدیو قصد دارم در مورد پاور در لیگ ماینینگ و پاور در سیستم های گیمینگ صحبت کنم. خیلی از دوستان در مورد پاور از من سوالای زیادی کرده بودن که با دیدن این ویدیو به جوابشون خواهند رسید. خب بریم که شروع کنیم با معرفی انواع پاور. خب دوستان تو این ویدیو قصد دارم انواع پاورهایی که برای لیگ ماینینگ میشه ازش استفاده کرد و به شما شرح بدم. اولین پاوری که میخوام معرفی کنم بهتون این پاوره. پاوری هم هست، حالا اینجا مثلا چند تا علامت هم زده، علامت بیت کوین هم اینجا زده، 1800 وات و 90 پلاس پلاتینیوم، که حالا من اعتمادی به اینا ندارم چون شرکت خاصی این پاور رو تولید نکرده. اینو من از تو سایت دیوار خریدم، یه نفر عمده فروش بود، من از ایشون خریدم. حالا دوستان سوال میپرسن که این پاور از کجا خرید. خب دوستان این پاور 16 تا خروجی 8 پین داره. نوع پاورهای معمولی هست، همینجا که می‌بینید ماژولار نیست و تمام کاپ‌ها بهش وصله. نکته مثبتش همینه که 16 تا 8 پین داره. همینجا که می‌بینید اینجا حالا من چند تاشو با هم بستم، نگاه کنید مثلا این 8 پین داره. حالا من اعتمادی نکردم به 1800 وات بودنش، اینو برای 5 یا 6 تا کارت گرافیک دارم استفاده می‌کنم. هم کارت گرافیکو بهش وصل کردم هم رایزرا رو. همینجا که می‌بینید این 8 پینش اینجوری در میاد، میشه 6 پین، می‌تونید به رایزرتون هم وصل کنید. من یه مدت نزدیک 3 ماه ازش استفاده کردم، کاملا ازش راضی بودم. روز اولی که خریدم واقعا جنس و کیفیت این سیما رو که دیدم خودم یه خورده ترسیدم، گفتم چینیه که کلا روش چینی نوشته و کابلاش هم فوق العاده نازکه، فکر می‌کردم خوب جواب من نده. ولی توی این 3 ماهی که ازش استفاده کردم مشکلی بر نخوردم، به مشکلی اصلا بر نخورم با این پاور. فقط تنها مشکلی که توی این پاور هست که دوتا مشکل داره، یکی این کاپ ها و آشفتگیاشه و یکی هم فن دوربالایی که روشه. فنش از اول تا آخر با سرعت بالا میچرخه، یعنی صدای وحشتناکی میده. البته صداش کمتر از فنهای ماینر هست، ولی خب باز صداش خیلی زیاده. یکی از مشکلات این پاوره صدای فن زیاد و کابلهاش. ولی اگر شما 6 تا 580 داشته باشید یا حتی بیشترم، راحت جواب کار شما رو میده. هم مادربورد رو ساپورت میکنه، چون همینجوری که میبینید تمام کابلای مادربورد و خود تغذیه سی پی یو رو داره و 8 پین هم که دیگه 16 تا 8 پین ساپورت میکنه. این اولین پاور بود که بهتون معرفی کردم که ماژولار هم نیست، همینجوری که میبینید تمام کابلا بهش وصله. حالا میشه یه ایراد دیگه هم ازش گرفت، کابلای نازکی که روشه، ولی همینجور که میبینید توی 3 ماهی که من ازش استفاده کردم به مشکل بر نخوردم. خب این اولین پاور بود، بریم سراغ پاور بعدی. خب دوستان نوع دوم پاور که برای ریگای ماینینگ یا کامپیوترها استفاده میشه این پاوره. همینجور که میبینید به این پاور میگن نیمه ماژولار. همینجور که میبینید نیمه از کابل ها به صورت ماژولار وصل میشه و نیمه دیگه مستقیم به خود پاور وصله. مثلا 24 پین مادربورد، دو تا پی سی آی داره برای گرافیک، 8 پین هم هستن همینجور که میبینید و دو تا 8 پین هم اینجا داریم که مخصوص برق سی پی یو هست، که حالا مثلا چون مادربورد من یه دونه 8 پین ساپورت میکرده دیگه من اینو کامل بستمش. پس این شد نوع دوم. بریم سراغ نوع سوم. خب اینم نوع سوم پاور. همینجا که میبینید این پاور کاملا ماژولاره و هیچ سیمی روی پاور نیست و توی جعبه کابل ها رو جدا برای شما گذاشته که فقط کابل هایی که نیاز دارید شما اتصال بدید به پاور و فوق العاده میتونید کیبل منیجمنت قشنگ و زیبایی برای کیس برای ماینینگتون استفاده کنید. و قابلیت بعدی که این پاور داره، یه قابلیت داره به نام فن استاپ. این پاور وقتی که دماش مناسب باشه فنش اصلا نمیچرخه و هیچ صدایی نداره. یعنی من وقتی که نزدیک دو تا گرافیک و مادربورد حتی به این پاور وصل میکنم اصلا این فن روشن نمیشه. فقط وقتی زیر بار میره یه مقدار فنش روشن میشه، خنک میشه، دوباره فن خاموش میشه. یعنی تا الان من از این پاور صدایی نشیدم. همینجا که میبینید یه فن کورسیر هم روشه که کیفیت فوق‌العاده و صدای کمی داره. این نوع سوم پاوره که مشخصات کاملش هم دقیقاً پشتش زده. خب بریم سراغ نوع بعدی پاور. خب دوستان اینم نوع بعدی پاور. همینجا که میبینید این پاور سروره، پاور سرور HP هست که همینجور که میبینید 750 وات پلاتینیوم هم هست همینجور که میبینید. و این پاورها یه قابلیتی دارن که میتونید شما این قسمت یه بریکوت بزنید و سیم بهش وصل کنید، ولی من از فروشگاهی که خریدم خودشون اومده بودن اتومات
کابل بهش وصل کرده بودن. همینجا که می‌بینید چون 750 و پلوتونیوم هم هست، اینجا نگاه کنید 5 تا 6 پین برای من گرفتن و 5 تا 8 پین گرافیک. یعنی من دقیقاً با این پاور تونستم 5 تا 580 و 5 تا رایزر رو روشن کنم و هیچ مشکلی نداشته باشم. فقط تنها مشکلی که این نوع پاورها دارن اینه که صدای فنش وحشتناک بالاست. همینجا که ببینید یه فن توربو جت فکر میکنم بهش میگن، اینجور فن روشه که وحشتناک صدای زیادی میده وقتی که زیر بار هست. البته من تا 3 تا گرافیک که گذاشتم روی این پاور و 3 تا گرافیک و 3 تا رایزر هیچ صدایی از این نمیشنوید، یعنی صدایی در حد همون فن گرافیکا فقط میده، ولی چهارمی رو که اضافه میکنید این دیگه صداش وحشتناکه و قابل تحمل توی اتاق یا توی خونه نیست، یعنی صدای جاروبرقی میده دیگه، راحت بهتون بگم. خب دوستان، کار با این پاور به این صورته که شما اینجا یه دکمه خودش هم گذاشته برام، این دکمه رو روشن میکنید، این دیگه همیشه روشنه، این به رایزر مثلا وصله، این مثلا به گرافیکتون وصله، گرافیک و رایزرتون همیشه روشنه. شما پاور رو که بزنید، پاور اصلی رو که روشن کنید و مادربرد رو روشن کنید، اینم دیگه سریع شروع میکنه به کار. وقتی هم که خاموش کنید، این برق داخلش هست ولی کار نمیکنه، حتی گرافیکتون هم خاموش میکنه کامل. حالا همینم هم یه بریک اوت داره اینجا، میزنید یک تبدیل به نام بریک میزنید اینجا، میتونید برقش رو تنظیم کنید. فقط الان توی این سری مشکلی که داره، شما نمیتونید مادربرد رو برق رسانی کنید، که توی سری جدیداش که اومده بریک اوتش حتی مادربرد هم ساپورت میکنه، که من اونا رو فعلا ندارم، فعلا با همین باید بسازیم. حالا اگر اونم گیرم اومد حتما تو ویدیوهای آینده برای شما معرفی میکنم. خب فقط یه نکته دیگه مونده که من براتون توضیح بدم، بریم اون نکته رو بگیم، بریم توی ویندوز توضیحات بعدی. خب دوستان، گفتم تا توی این ویدیو هستیم این قطعه هم به شما معرفی کنم. این تجمیع کننده پاوره، یعنی شما با این قطعه میتونید دو پاور توی یه سیستم استفاده کنید. حالا روش کارش به چه صورته؟ شما مثلا یه پاور دارید، کم آورده پاورتون، دیگه مثلا میخواید چند تا گرافیک دیگه هم بهش اضافه کنید، تنها کاری که باید انجام بدید بیاید پاور جدید و 24 پینش رو بزنید داخل این و از پاور اصلیتون یه برق مولکس بزنید اینجا. البته یه کابل هم هست که تبدیل یک به دو میکنه، البته من اون کابل رو الان ندارم، الان از این استفاده میکنم، اسمش هم تجمیع کننده پاور، توی گوگل سرچ کنید دقیقاً براتون میاد. روش کار خاصی هم نداره، شما وقتی که 24 پین رو بزنید داخل این، پاور اصلیتون خاموش بشه، این خاموش میشه، روشن کنید، اینم دقیقاً براتون روشن میکنه. خب بریم توی ویندوز و چند تا نکته مهم میخوام توی ویندوز بهتون بگم، در ادامه با هم ببینیم. خب دوستان، وارد محیط ویندوز شدیم، چند تا نکته جامون که من اینجا دقیقاً بهتون بگم. این دقیقاً تجمیع کننده پاوری بود که تو ویدیو من بهتون گفتم و من موجود ندارمش. همینجور که می‌بینید دو پاور رو می‌تونید وصل کنید به سیستمتون. دو تا پاورتون می‌خوره داخل این دو تا 24 پین مادگی و این نریه می‌خوره داخل مادربرد. و اینجوری می‌تونید دو تا پاور توی یه سیستم داشته باشید. این نکته اول بود و بریم سراغ نکته بعدی. اینم دقیقاً بریک اوتیه که به پاور سرور می‌خوره، همینجوری که می‌بینید. البته نمونه‌های مختلفی داره، تعداد مثلا زیادتر کمتر، که الان این یه مدلشه. خب مدل بعدی هم من بهتون نشون بدم. اینم دقیقاً گفتم که بریک اوت جدید اومده که 24 پین داره، مولکس داره و نیازی به پاور دوم دیگه نداره. این مادربرد هم کاملا روشن میکنه و فوق العاده هم کاربردیه. همینجوری که ببینید دکمه آن آفش اینجاست، نگاه کنید تعداد فن رو، چند تا فن ساپورت میکنه، 24 پین که داره، دو تا مولکس داره و دیگه حالا تعدادی هم 6 پین داره که تبدیل میشه به 8 پین. حالا هر کدوم اینا میتونید مثلا دو تا 6 پین یا دو تا 8 پین ازش بگیرید. همینجوری که ببینید یه نمایشگر هم داره ولتاژ خروجی رو اینجا دقیقاً براتون میزنه. اینم چیز جالب بود که دوست داشتم حتما بهتون بگم. خب بریم سراغ ادامه ویدیو. خب دوستان، قبل از هر چیزی حتما این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و برای حمایت از کانال یه کامنت برام بذارید. خب بریم سراغ ادامه بحث. خب دوستان، همینجور که میدونید روی پاورها برچسبای به این صورت هست. مثلا روش نوشته 80 پلاس برنز، سیلور، گولد، پلاتینیوم و تیتانیوم. حالا اینا به چه معنا هست؟ من عکسو عوض کنم. خب دوستان، تصویری که اینجا میبینیم خیلی خوب معنای این برچسبایی که روی پاور رو به ما نمایش میده. همینجا که میبینید یه تست انجام داده، وقتی که پاورها توی لود 20%، 50% و 100% هستن. حالا ما بیشتر کارمون با 100%ه، چون ما کارمون ماینینگه، احتمال داره که تا 100% از پاور استفاده کنه. هر پاور با یه استانداردی که هست میبینید
بهره وریش فرق میکنه اینجا. نگاه کنید مثلا پاور برونز و پاور تیتانیوم، نگاه کنید پاور برونز اینجا زده بهره وریش 82%، پاور تیتانیوم مثلا زده 90%. البته الان ما اکثر پاورهایی که توی بازار هست یا گولد هستن یا پلاتینیوم هستن، یعنی پاورهای خوبی که توی بازار هستن برای ماینینگ پاور پلاتینیوم هستن. خب من الان همین پلاتینیوم رو در نظر میگیرم. شما نگاه کنید مثلا یه پاور برونز دارید و یه پاور پلاتینیوم که دقیقا من همین جورم. من الان یه پاور برونز دارم و یه پاور پلاتینیوم، میخوام این دوتا رو دقیقا با هم مقایسه کنم. خب دوتا پاور منم دوتاش 850 واته. حالا میخوام ببینم بهره‌وری پاور 850 وات من توی برونز و توی پلاتینیوم چقدر با هم تفاوت داره. من اینجا برنامه ماشین حساب رو باز میکنم که دقیقا متوجه بشیم. اول 850 وات برونز رو حساب میکنم. اینجا میزنم 850 وات، گفته بهره‌وری 850 وات برونز 82%. ضرب در 82% میکنم اینجا. میبینید 697 وات بهره‌وری این پاور، البته روزی که نوه. حالا اگر کار کرده باشه شاید از اینم پایین تر باشه. حالا ما طبق همین استاندارد حساب میکنیم، شد 697 وات. حالا بهره‌وری پاور 80 پلاس پلاتینیوم چقدره؟ من جای ماشین حسابی که باز میکنم، خب میزنم میارمش اینجا، 850 ضرب داره، گفته 89%. ضرب داره 89% مساوی است با 756. نگاه کنید در اختلافو 697 756. خب حالا همینجا یه نکته ای هست. شاید شما بگید چرا به خاطر 60 یا 70 وات بخوام بقدر پول بیشتری بدم برم مثلا پلاتینیوم یا گولد بخرم. نگاه کنید این 60 یا مثلا 70 وات نیست اینجا. شما وقتی که استاندارد پلاتینیوم رو میگیرید، کیفیت کابل بالاتر، کیفیت خازن‌ها و که حتی کیفیت فن بالاتر روی پاور دارید. به عنوان مثال شما یه 80 پلاس برونز گرفتید و یه 80 پلاس پلاتینیوم که دقیقا من همین جوری هستم. شاید این 80 پلاس برونز 6 ماه، 1 سال، 2 سال براتون کار کنه، ولی 80 پلاس پلاتینیومه به خاطر کیفیت قطعات بالاتر شاید تا مثلا تا 10 سال هم راحت جوابتون رو بده. البته این صحبتی که من دارم میکنم زمانی که شما 100% از پاور استفاده کنید. حالا شاید شما مثلا بیا بگید من 80 پلاس برونز دارم داره 10 سال جواب میده. آره من زمانی دارم به شما میگم که 100% ازش استفاده بشه. بعد این اعداد و ارقامی که اینجا میبینید طبق استانداردی که خود حالا مثلا شرکت ها گفتن، شاید مثلا 6 ماه که پاور شما استفاده بشه این 750 هم دیگه جواب شما رو نده، بعد دستگاه‌های خاصی باشه که بشه تستش کرد. اینم دوست داشتم که حتما بهتون بگم. بریم سراغ مبحث بعدی. خب دوستان مبحث بعدیمون در مورد خروجی وات تمام کابل‌های پاوره، حالا چه 8 پین، 6 پین، مولکس و ساتا که ما استفاده می‌کنیم. ببینید چند وات خروجی به ما میدن. من یه سایت پیدا کردم به نام جی پی یو ماینینگ سورس که واقعا اینو خوب بررسی کرده. حالا من پایین اینجا اولین تصویرشو باز می‌کنم. همینجا که می‌بینید اولین تصویر در مورد کابل 6 پین و 8 پین گفته. خب اینجا نگاه کنید کابل 8 پین گرافیک که از پاور میاد بیرون. ما چند نوع کابل داریم؟ ما یه نوع کابل داریم که یه دونه 8 پین داره. می‌بینید 288 وات از پاور می‌گیره، خروجیش هم دقیقاً 288 واته. و کابل بعدی که اکثر پاورها دقیقاً همین کابل دارن، یک 288 وات خروجی میده. می‌بینید دو تا 8 پین به ما داده. دقیقاً هر 8 پینی که به ما داده 288 وات هست. یعنی شما چه اینو بزنید به گرافیک چه این، دوتاش 288 واتو داره. یا مثلا گرافیکایی که دو تا 8 پین می‌خورن، این دو تا 8 پین رو بزنیم راحت تغذیه‌اش انجام میشه و مشکل برق نداره. حالا اینجا اگر یه دونه 6 پین بود چی میشه؟ نگاه کنید وقتی که به 6 پین تبدیل میشه، 6 پین خروجیش میشه 216 وات. می‌بینید؟ پس نگاه کنید وقتی که یه 8 پین رو تبدیل به 6 پین کنید، یعنی فقط کابل خودش رو جدا کنید، به 216 وات تبدیل میشه. حالا بعضی از کابل‌های پاور هست که یه دونه 8 پین داره یه دونه 6 پین. این دقیقاً 288 وات رو میگیره، یه 288 وات خروجی میده، یه 216 وات 6 پینش خروجی میده. اینم از این. خب نکته مهمی که اینجا هست تبدیل‌هایی که توی بازار هستن که من خودم هم خیلی استفاده کردم
و به مشکل باشون برخوردم و اینجا دقیقا میفهمیم چرا به مشکل خوردیم باشون. نکنید این تبدیل ها وقتی که یک 288 وات میگیرن مجموع این دوتا میشه 288 وات، میبینید؟ یعنی مثل کابل اصلی خود پاور هر کدوم 288 وات نیست، مجموعش میشه 288 وات. حالا همین موضوع توی اسپلیتر 6 پین هم صدق میکنه، یه 216 وات دریافت میکنه، مجموع این دوتا رو 216 وات به ما میده. این نکته مهمیه که باید توجه کنیم. خب این بخش 8 پین و 6 پین بود، بریم سراغ کابل های دیگه. خب بریم عکس دوم رو باز کنیم. عکس دوم همینجور که میبینید در مورد کابل مولکس گفته از پاور 156 وات دریافت میکنه، دو تا مولکس به ما میده، دو تا 156 وات ساپورت میکنه و مشکلی نداره. بعضی از پاورها هستن که 3 تا مولکس به ما میدن، میبینید؟ برای استفاده 100 درصدی ما نمیتونیم 3 تاشو همزمان استفاده کنیم، یعنی ما به شرایطی بخوریم که بخوایم 3 تا 156 وات دریافت کنیم، نمیشه. این 156 واتی که به ما میده فقط برای دو تا مولکسه. همجور که ببینید من توی اکثر ویدیوها گفتم از مولکس و ساتا استفاده نکنید، اینم دقیقا دلیلش، چون من خودم چند بار به مشکل خوردم که حالا آخر ویدیو عکساشو بهتون نشون میدم. خب این از این، بریم سراغ عکس بعدی. خب تصویر بعدی هم همینجور که ببینید در مورد ساتا هست که اکثر دوستان از ساتا استفاده میکنن توی رایزر. نگاه کنید یک کابل ساتا خروجی از پاور 54 وات به ما میده، فقط برای استفاده 100 درصدی ما میتونیم یه دونه ساتا استفاده کنیم. نگاه کنید بقیه‌اش دیگه نمیتونیم استفاده کنیم، یعنی اگر این ساتای اول رو زدید توی رایزر دیگه ساتای دیگه استفاده نمیتونید انجام بدید. میتونید بزنید، شاید هم برق داخلش باشه، ولی خب مقدار واتش اینقدر پایینه که فقط به این کابل فشار میاد یا به پاورتون فشار میاد یا به رایزر فشار میاد، یه مشکلی سیستمتون برمیخوره. خب ساتا 54 وات به ما میده، یه دونه ساتا هم بیشتر نمیتونیم استفاده کنیم. حالا نگاه کنید مولکس باز خوب بود، مولکس 156 وات به ما میده برای دو تا مولکس هم حتی، ولی خب دیگه پاورهای امروزی دیگه از مولکس پشتیبانی نمیکنن و فکر نمیکنم اصلا کابل مولکس روشون باشه، به خاطر همین دیگه همه شدن ساتا همینجور هم که میبینید 54 وات. خب حالا من در آخرم یه چیزی بهتون بگم، این استاندارد هایی که هست، شاید مثلا اینجا زده باشه 156 وات، شاید مثلا شما مولکس پاور شما 100 وات هم بهتون نده، حالا به عنوان مثال دارم میگم، این یه استاندارده که باید اینجوری باشه، حالا معلوم نیست پاور شما با چه برندی باشه چه جوری باشه. همینجوری که میبینید اینجا دقیقا خودش هم اومده گفته. نکنید الان ما توی عکس اول گفتیم 8 پین 288 وات به ما میده، 6 پین 216 وات، حالا همین سایت خودش اومده نگاه کنید گفته که 6 پین 75 وات و 8 پین 150 وات، این محیط امنشه، بالاتر از این ازش استفاده کنید ریسکی که خودتون انجام دادید، این دقیقا گفته این سایته دیگه، حالا خودتون تا آخرش بخونید. البته دیگه مثلا کارت گرافیکی که 288 وات مصرف داشته باشه خود شرکت مثلا میاد 3 تا 8 پین براش میذاره یا 2 تا 8 پین براش میذاره، به خاطر همین یه مقدار خیالمون راحته، یعنی ما کارت گرافیکی نداریم که یه 8 پین بخوره بعد 288 وات مصرف کنه، فقط در زمانی که شما مثلا اوورکلاک اشتباه انجام داده باشید یا مثلا یک کاری کرده باشید که اون موقع به پاور شما فشار بیاره. خب دوستان این اطلاعاتی بود که دوست داشتم با شما به اشتراک بذارم. خب دوستان اینم از چند نمونه از تجربیات من توی این مدت. همینجا که ببینید شاید بگید چرا این کابل پاور یه دونه ساتا داره، این بلایی بود که سر من اومد. نگاه کنید این رایزر من همینجا که ببینید قسمت ساتاش کاملا ذوب شده، چون من از این پاور از این کابل پاور دو تا ساتا گرفته بودم و با ساتا رایزر رو وصل کرده بودم. همینجا که ببینید نگاه کنید چه بلایی سرش آورده. همونجور که توی سایت گفتیم این 54 وات خروجی داره و اگر ما بیشتر از این ازش استفاده کنیم اینجور بلاها سرمون میاد و احتمال داره گرافیکمون کامل بسوزه، حالا یا گرافیک یا پاور. این اولین تجربه بود، بریم سراغ تجربه بعدی. خب اینم همینجور که ببینید من اومدم یه 8 پین رو به دو تا 8 پین تبدیل کردم، یه دونه هم نه دو تا کابل. نگاه کنید چه بلای سر کابل اومده، همینجور که ببینید کاملا کابل سوزونده و احتمال آتش سوزی هم حتی بوده.
پس اصلا توصیه نمی کنم از کابل های تبدیل به این صورت استفاده کنید. این یه دونش، اینم دومی، یعنی دقیقا دوتاش همین بلا سرش اومده. حالا اگه یکی بود شاید میگفتیم مثلا کابل مشکل داشته، ولی دوتاش رو میبینید دقیقا از همین قسمت بلا سرش اومده. خب اینم تجربه دوم بود، بریم سراغ تجربه بعدی. حالا اینجا این کابل پاور اصلی پلاتینیومه، یعنی پاوری که پلاتینیوم بوده. این کابل با این کیفیت نگاه کنید، اینم دقیقا از همین قسمت آسیب دیده. میبینید من بعضی از دوستان بهشون میگم که کابل پاور رو چک کنید، میان این سر رو چک میکنن، میگن نه مشکل نداره. مشکل اصلی اینجا برمیخوره. میبینید کابل این باعث ارور توی سیستم میشه. حالا مثلا این خیلی داغون شده دیگه، مشخصه، شاید کامل مشخص نباشه، مثل نمونه ای که اینجا دارم. نگاه کنید من این کابل با این کیفیت، نگاه کنید چه کیفیت و چه ضخامتی داره. خودم همش میگفتم این قسمت رو چک میکردم، بعد کیفیت کابلش رو میکردم، گفتم هیچ مشکلی نداره. ولی یه روز اومدم پاور رو باز کردم، نگاه کنید که این قسمت اگر تو ویدیو مشخص باشه ذوب شده، اصلا به هم اتصال داده. تمام ارور ریگ من این قسمت بود. اینم تجربه ای بود که دوست داشتم با شما در میون بذارم. خب دوستان، امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my